سفر بود که از سوی بخارا به من آید. با بوی خوش و مشک و نسیم سمن آید. به خاطر جلب نمودن قشرهای گوناگون جامعه به کتاب و کتابخانی، با فرمان پرزیدنت کشور محترم امام‌علی رحمان، سال 3 است که در کشورمون آزمون کتابخانی بهترین تحت عنوان فروغ صبح دانایی کتاب است برگزار می‌گردد. در دور اول آزمون، یعنی دور داخلی مؤسسوی، در مؤسسه تسلیط میانه عمومی رقم 59 ناحیه سینا رقابت میانه داوطلبان خیلی پرشدت بود. حیث سال است که در مؤسسه ما نیز با اشتراک خوانندگان از روی 4 نامینیا ادبیات بچگانه، ادبیات معاصری تاجیک، ادبیات کلاسیک تاجیک و ادبیات جهان نیز آزمون برگزار کرده شده استوده است و اینچنین باعث افتخار است که در سال تحصیلی 2019-2020 ملکیه دولت و شیرعلیزاده گنجینه از دور مؤسسوی سر کرده تا دور ناحیوی و شهری اشتراک نموده صاحب راحت برای اشتراک در دور جمهوریوی گردیدند و این سال نیز باشد دور مؤسسوی آزمون فروغ صبح دانایی در مؤسسه تشکیل و برگزار کرده شد که 34 نفر خوانندگان از روی 4 نامینیا اشتراک نمودند و بهترین آنها برای دور ناحیوی پیشنهاد کرده شدند و ما اطمینان کامل داریم که در سال تحصیلی 2021 خوانندگان ما نیز با سازوار جایهای افتخاری و سازوار جایهای نمایان میگردند. سامانی بختی من مخصوصا در نامینات ادبیات کودکانه داوطلبان خیلی زیاد بودند. برای حکمان انتخاب بهترین ها خیلی مشکل بود، زیرا همه با تیاری جدی آمده بودند و این باری دیگر از آن دلالت می‌دهد که هدفی که آزمون در نزد خود گذاشته بود به آن رسید، یعنی توجه اهالی خصوصا نسل نوروز به کتاب و کتابخانی سال تا سال بیشتر گردیده ایستاده است. ای مانده قدم برای مکتب، آلیست مقام و جاه مکتب. مکتب سببی حیات باشد، مکتب سببی نجات باشد. مکتب به تو شهد و نوش بخشد، مکتب به تو عقل و خوش بخشد. برخیز و گذار خواب خود را، برگیر به کف کتاب خود را. رو از همه پیشتر به مکتب، شوق است تو را اگر با مکتب. باد لرزان سبز رقصان، غنچه خندان ابر گیریان. از صفای آبی تازه، از نوای آبی تازه. باغ رنگین راغ رنگین، ری لاله داغ رنگین. از صفای آبی تازه، از نوای آبی تازه. عشق باران چشم ساران، ردباری ریزگار. از صفای آبی تازه، از نوای آبی تازه. مادر بهاری عمر، گلگون درختی من، سلطانی تختی دیل، سامانی بختی من. ای جان مادرم، جانان مادرم، یک شاخه گل ریحان مادرم. مادر سرشتی من، بوی بهشتی من، مادر خدای من، در سرنوشتی من. ای جان مادرم، جانان مادرم، یک شاخه گل ریحان مادرم. گویان مرا چوزاد مادر، پستان به دهان گرفتن آموخت. شبها بری گهواره من، بیدار نشست و خفتن آموخت. یک حرف دو حرف بر زبانم، الفاظ نهاد و گفتن آموخت. پس هستی من زی هستی اوست، تا هستم و هست دارمش دوست. مرا سحر کی خزاند مادرم، کیسه ای آبی جه خاند مادرم. کی کرته ام بی پیشاند مادرم، کی چای گرم نشاند مادرم. کی گل به دستی من داد مادرم، کی مکتبم فرستاد مادرم. مرا کی گفت قابل مادرم، کیست با من جان و دل مادرم. بیاید ای رفیقان درس خوانیم، با بیکاری و نادانی نمانیم. با عالم هر کسی بیکار گردد، با چشم اهل عالم خار گردد. سلام شری محبوبه نعمت‌زاده، سحر بخیزم زی خواب، پیشتر زی آفتاب. اول شده دست رو شانه زنم من بمو، سانی دو دست پیشی بر. سلام بگویم شادان بر همه استادان، سلام بگویم به مادر، بگویم از دیل و جان. سلام سلام بی بی جان، بابا سلام بگویم، تغا سلام بگویم،
هرگاه زی مکتب آیم شادی زی دل نمایم سلام بگویم شدان بر همه ای استادان لالا لالا های لالا بلبل آمد با نالا قهقه زده کپ کیم است از هر و که هیولا نوروز و نو بهار است در پشت لالا زار است سلای تورنا رو بین در آسمان قطار است دلنوزا رجب و امینا رجب و در نامینیتزه ادبیوتی کلاسیک برمومتنام ده سازوگور جوی نمونوی گشتند و به هر دوی آنها اجازه داده شد تا در دوری نوبتی دانش خود رو میونی دو طلبان از دیگر ناحیه ها بسنجند. من رجب و دلنوزا خواننده صنف 8 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 59. من اشتراکچی دوری اولی آزمون فروغ سپیدانایی طبق نامینیتزه خواندن و از یاد نمودن آثار ادیبانی کلاسیک. شعر از استاد حافظ شیرازی روزی وصل دوست داران یاد باد یاد باد آن روزگاران یاد باد این زمان بر کس وفاداری نماند آن وفاداران و یاران یاد باد دل می رود زی دستم صاحب دلان خدا را در داکی روزی پنهان خواهد شد آشکارا کشتی نشستگانیم ای بادی شورت برخیز باشد که باز بینیم دیدار آشنا را ده روزه مهری گردون افسانه است و افزون نیکی بجای یاران فرصت شمار یارا ده روزه مهری گردون افسانه است و افزون نیکی بجای یاران فرصت شمار یارا ای صاحب کرامت شکرانه سلامت روز تفکر کن درویش بینوا را آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است با دوستان مروت با دشمنان مدارا هنگام تنگ دستی در عیش و خمستی کین کیمیایی هستی قارون کند گدارا خوبان پارسی جو بخشندگان عمرند ساقی بیده بشارت ریندان پارسا را حافظ به خود ما پوشید این خرقه میالود ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را اشتراکچیان در نامینیتزه سیوم یعنی ادبیات معاصر نیز خیلی زیاد بود ولی از میانی آنها تنها به 5 نفر میسر گردید بهای بلند گرفته برای اشتراک در دوره منبعدا راحت گیرند تو زنده باش وطن خانه امید خلق کی بی تو نیست دل و جان شادمان هرگز دمی که می شمارم پربها سخنها را بلندتر از وطن نیست در جهان هرگز چی می دهی به وطن هر کسی که پرسیدم جواب داد ندارم دریغ جان هرگز جان شیرین این قدر جنگم مکن این قدر بیهوده دلتنگم مکن گشته گشته از سفر باز آمدم باز در نزدت به پرواز آمدم هر کجاو که خواب کردم خیستم، هر کجاو که بود جایی زیستم، این دلی من منزل یادی تو بود، یادی روی حسن آبادی تو بود، به تو نگذشت از گلویم آب هم، به تو در چشمم نیامد خواب هم، به تو هر یک روزی من یک سال شد، به تو دل غش کرد چون اطفال شد، به تو دیدم گلچ زیبا دختران، به تو بشنیدم سرودی عاشقان به تو در توی و تماشاها شدم به تو گاها بلبلی گویا شدم به تو در وصف زنان گفتم سخن به تو در مجلس فشردم دست زن لیک در پیش نظر روی تو بود جلوه های چشم ابروی تو بود جان شیرین پس دیگر جمع مکن این قدر بیهوده دلتنگ مکن نیستم مثل پدرهای دیگر در بری فرزندها شام و سحر چار گلده چشم آنها در رحم گم زند دلهای آنها دم بدم کو پتر گوید اگر فرزندی ما می نمایی تو بسوی در نگاه در زمانی پیش اجدادان ما ترک می کردن کوهستان ما بخ می کافتن از بیچارگی مرده می رفتن در آوارگی ما ولی از آن غریبان نیستیم در سراغی بخ سرسان نیستیم بخ را با مهنت آزادی خش کرد انسانی سویتی پروریش. ما سفر داریم با امری وطن، با سپارش های خلق خیشتن. دوستی را جستجو داریم ما، از امانی گفتگو داریم ما. خلقا را زندگی القا کنیم، میری خود را هدیه بر آنها کنیم. آدمان از دوستی یا با هم بخت، دشمنی آرد به مردم روزی سخت. بشر ای دوری من دردانه ای توست. سمر ای نوری من از دانه ای توست.
همه باری جهان بر شانه ای توست، بهشتی عارفان در خانه ای توست، در آن دهره که بامش آسمان است. فرشته مادرم حالت چی سان است؟ تو آن جانی که جانان آفرینی، تو آن دردی که درمان آفرینی. به نام توست این سیاره ای عشق، تو حور جنتی چرخ برینی. جمالت را جلای اختران است، جمالت را سنای دو جهان است. تو را در عالم فانی فنا نیست، مقامت را بجز حمد و ثنا نیست. بزرگی های تو از بردباری است، بلندی های تو از خاکساری است. جهان از مهر تو خورشید خواه است، نمردن در قدم هایت گناه است. عشق در دل شعله صبح سعادت بوده است، عاشقی احساسی بخشیشای قسمت بوده است. در جوانی عشق بود و دولتی دنیا نبود، آن همه به دولتی ها خوب دولت بوده است. بس که از پای روان ماندم حسرت میکنم، از پای خوبان دویدن هم غنیمت بوده است. در فلک جستن ستاره سنت است و در زمین خیشتن را گم نکردنی سنت بوده است. آدمی بعد از زوال عمر میفهمد که عمر یک نظر بر آسمان با چشم حیرت بوده است. بهترین گنجی که آدم یافت گرسی موزر است، بهترین گنجی که گم کرد این محبت بوده است. در نامینیسی چهارم یعنی آثار ادبیات جهان، دو نفر خواننده همین مؤسسه، ملکیه دولت و شرالی‌زاده گنجینه، بهترین دانسته شدند و به آنها برای اشتراک در دوره نوبتی اجازه داده شد. شعر از نویسنده ایران محمد ملک‌کشورا بهار: من نگویم که مرا از قفس آزاد کنید، قفسم برده به باغه و دلم شاد کنید. اندلیبان گلی سوری به چمن کرد و روز، بحر شادباش قدومش همه فریاد کنید. یاد از این مرغ گرفتار کنید ای مرغان، چو تماشای گل و لاله و شمشاد کنید. یکی از شعرهای دوست داشتم که از نویسنده مشهور ایران پروین اعتصامی می باشد، می خواهم به شما قرائت نمایم. محتسب مست بر راه دید و گریبانش گرفت، مست گفت ای دوست این پیراهن است افسار نیست. گفت مستی زان سبب افتان و خیزان می روی، گفت جرمی راه رفتن نیست راه هموار نیست. گفت می باید تو را تا خانه قاضی برم، گفت رو صبح آی قاضی نیمه شب بیدار نیست. گفت آگاه نیستی کسر در افتادت کلا، گفت در سر عقل باید کلاهی آر نیست. ترسونوه منظومه برای اشغال جای یکم در آزمون فروغ صبح دانایی دور یکم. همین طریق دور اول آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است. در مؤسسه تسلیت میانه عمومی رقم 59 ناحیه سینای شهر دوشنبه جمع بست گردید. شتور قید نموده شد در مجموع در این آزمون زیاده از 30 نفر اشتراک نموده، 17 نفری آنها برای اشتراک در دور ناحیوی امکان پیدا کردند. دور اول آزمون در دیگر مؤسسه های تعلیمی کشور ادامه دارد. با ما بمانید و ما حتما شما را از رفتی آن آگاه خواهیم کرد.